الله نمیخواهد بر شما دشواری قرار دهد بلکه میخواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند باشد که شو نعمت نعمتش شوید از رحمت الله بر بندگانش برایشان مسح بر کفش و جراب را رخصت داد به جای شستن پایشان با آن با مسح کردن یک بار بر روی سطح جراب سمت راست با دست راست و بر روی سطح جراب سمت چپ با دست چپ به حالت انگشتان باز و ابتدا از انگشتان پاها تا اوایل ساق پا و مسک کردن بر هر دو جراب همزمان یا اول جراب سمت راست یا سمت چپ مشکلی نیست و در این حالت ها شریعت امر را آسان کرده است به شرطی که جراب ها از اصابت نجاست تاهر باشد و تمام پا به همراه غوزک آن را بپوشاند و آنها را به همراه وضوع کامل بپوشد و مدت مسح برای شخص مقیم یک روز و یک شب می باشد و سه شب به شبان روز برای مسافر می باشد. به احتساب مدت مسح از اولین مسحی که بعد از باطل شدن وضوع می شود وقت آن شروع می شود و مثلا اگر برای صبح وضو بگیرد و خفین را بپوشاند و سپس در ساعت نه صبح وضویش باطل شود و بعد در ساعت دوازده وضو بگیرد و سپس مسح کند همان وقت محاسبه مسح کردن از ساعت دوازده حساب می شود نه از ساعت نه و مسح کردن در هنگام حدث از غر تشریع می شود و اما در هنگام حدث اکبر یا همان جنوب شدن واجب است غصف شود و اگر کسی خفین را از پایش درآورد و مدت آن تمام شود وضویش صحیح است تا وقتی که تهارت وضویش به دلیل دیگری نقض نشود و اگر بخواهد مسح دوباره انجام دهد واجب بر او است که وضوع کامل بگیرد و پایش را بشورد و خفین را بپوشد و شرطهای گذشته را مراعات کند